در سیومین روز در گریه در بین به نیروهای حکمت طالبان و نیروهای مولای مهدی صبح امروز نیروهای حکمت طالبان اقامتگاه مولای مهدی را مورد حمله های هوایی قرار داده است. جاه در سالن یکی از نزدیکان مولوی مهدی به با تلویزیون بامیان گفت ساعت دوسی قبل از ظهر امروز شنبه چار سرطان چارده اقامتگاه مولوی مهدی از سوی جنگنده های هوایی نیروهای حکومت طالبان چندین بار مورد حمله های هوایی قرار گرفته است اما به گفته وی در این حملات هوایی به کسی آسیب نرسیده است این در حال است که جنگ از دیشب به این سو از مسیر قمکوتل شدت گرفته و نیروهای حکومت طالبان از این مسیر پیشروی داشته است اما با گفته منابع محلی از بلخاب به با تلویزیون بامیان ظهریم امروز افراد مولوی مهدی نیرهای حکومت طالبان را از بازار کهنه ولسوالی بلخاب عقب رانده و آنان عقب نشینی کرده است همچنان بر اساس نوار صوتی که بعد دست ما رسیده است گفته می شود که مولوی مهدی جنگ را قصدن به داخل بلخاب کشانده است و این جنگ فعلا در منطقه شیرقلعه ادامه دارد در این نوار صوتی دلیل کشاندن جنگ به داخل بلخاب را ساحه بعد جنگی و دشت بودن سنگرهای اولی خواند است. به اساس این نوار صوتی فعلا تمام نیروهای حکومت طالبان که به داخل دره آمده بودند در محاصره نیروهای مولوی مهدی قرار گرفته است. برای فلنگ جنگ در یک منطقه به نام شیر و در اونجا حضور داره ای که در صفات مجازی هر که هر چی دروغ است. مولای با مشور های ای جنگ آوردن در داخلی دره در اینجا طالب ها در چل و نیرنگ اینجا آوردن و برای فعلا از پشت سر از طرف یک منطقه پیرغوله هم گذ کوهای از طرف بالا علاق روش چهار طرف اماره در طالب ها را محصره کردن در اونجا اونا دیگه نرهای فرار دارن نرهای گریز هیچی ندارن یعنی چهار طرفشون ماسر کرد و برای فعلا هم جنگ نیست پلیس ولی دیدیش مولوی شاید در صفحه مجازی دروغه اینا جنگ در درای در بلخا آوردن که در قمکوتل اونجا دشت بود جنگ شد. همچنان منابع از بلخواب برسانه ها تایید نموده است که در گری در خط گلورز ادامه دارد و از شب گذشته تا کنون 14 تن از رایرهای حکمت طالبان کشته و نو دیگر زخمی شده و همچنان دو نفر از نیروهای مولوی مهدی نیز کشته و چهار نفر دیگرشان زخمی شده است. از سوی هم به گفته منابع شب گذشته در گریمیان نیروهای مولوی مهدی و طالبان در مرکز ولسوالی بلخاب رسیده بود و تا ساعت یازده شب ادامه داشته است و گفته یه منبع پس از توقف چند ساعته در گری لحظات پیش دوباره از سر گرفته است. با این حال منبع گفته است که ممکن است در این درگیری نیز به دو طرف تلفات وارد شده باشد اما او در حال حاضر آمار مشخص در این مورد ندارد این در حال است که حمله نیروهای حکومت طالبان به ولسوالی بلخاب وارد سومین روز شده است و نیروهای طرفدار مولوی مهدی میگویند که تاکنون چندین حمله تهاجمی حکومت طالبان را عقب زده و به آنان تلفات سنگین وارد نموده است اما سخنگویان و مسئولین نظامی حکومت طالبان تا هنوز در این مورد واکنش های رسمی نشان نداده است.